سلام به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم، در خدمتون هستم همراه با همکارم جمیل فرزان از یکی دیگه از برنامه‌های روانشناسی برای همه. بهتون قول داده بودیم که در مورد مسئله همجنسگرایی صحبت بکنیم. همراه میشیم با میترا بابک عزیز و به این نکته میپردازیم. سلام میکنم به شما دکتر میترا بابک، خیلی خوش اومدید به برنامه روانشناسی برای همه. خوش میکنم، از درود بر شما و سپاسگزارم از دعوتتون، از این برنامه که هر هفته با هم دیگه داریم و موضوعی که بسیار مهمه. یک سلام گرم به همه عزیزان LGBT خودمون. بله، اجازه بدید من با یک تجربه خودم شروع بکنم در رابطه با مسئله همجنسگرایی. توی کشورهای اروپایی خوشبختانه هفته دفاع از حقوق همجنسگرایان هست، توی سوئد هم همینطور. من یادم وقتی که تقریبا یه چیزی حدود 10-12 سال پیش ما در این برنامه یک هفته‌ای میز کتاب داشتیم، کتاب چاپ کردیم، وضعیت همجنسگرایان رو در ایران صحبت کردیم. فکر میکنم واقعا هزاران برگه اطلاعیه دست مردم دادیم تا مردم رو آشنا بکنیم به مسئله همجنسگرایی در ایران تحت حاکمیت یک دولت مذهبی که گناه هست و کفر هست و موجب اعدام افراد همجنسگرا میشه. کاری ندارم که انعکاسش چجوری بود، فقط میخوام بگم که یه مورد، یک پسر جوان یه بار اومد سر میز ما و با سوئدی صحبت کرد، گفتش که شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت خوش به حال همجنسگرایان ایرانی. گفتم چرا؟ به خاطری که اعدام میشن؟ گفت نه، به خاطری که اینجا یک کسانی علنن میان ازشون دفاع میکنن. من از عراق میام، خودم همجنسگرا هستم و اولین باری که دارم میگم شما هستید. به هیچ کس نگفتم، حتی به نزدیکترین و صمیمیترین دوستانم. چون یه جایی مثل عراق پدر و مادرها سعی میکنن که خودشون سم بدن به بچه هایی که فکر میکنن گرایشت همجنسگرایانه دارن و زندگی علاوه بر این که با قوانین دولتی بسیار سخت میشه، با خانواده ها هم همینقدر سخت هست. به هر حال من فکر کردم که این تجربه خوبی باشه و باز کردن یک بحث باشه. ولی من میخوام که از اینجا شروع بکنیم، بگیم اصلا کلن همجنسگرایی رو شما چجوری تعریف میکنید؟ اولا که میدونین که یکی از کارهای من، تخصصهای من پژوهشگری در مورد فرهنگهای متفاوته و به زبان عربی و کردی هم صحبت میکنم و واقعا فاجعه است هنوز در دنیای میدل ایست یا خاورمیانه برای این عزیزان خودمون و من جمله خود ایران. خوشبختانه من به شما افتخار میکنم، سپاسگزارم از شما که همچین کارهایی رو انجام میدید در سوئد و در کشورهای پیشرفته که ما مهاجرت کردیم. اما افسوس که هنوزه بسیاری مهاجرت کردن، ولی در بسیاری از موارد خیلی مهم، یکیش همین مسئله هموسکشوالیتیه، سکوت میکنن و هیچ حمایتی که نه، بلکه برعکس همچنان با ضدیت صحبت میکنن و نه فقط با ضدیت بلکه با انزجار و نفرت. موضوع خیلی مهمی، شما نمیدونی من سالهاست از این عزیزانمون ایمیل دریافت میکنیم، میان روی خط برنامه رادیویی خودشون صحبت میکنن، چقدر زجه میزنن تو سمینارها. من بارها چه کارایی کردم که حیف که باید یه بار در این مورد صحبت کنیم، اتفاقاتی که تو سمینار افتاد و چقدر همراهی کردم و میکنم، همه جا حمایتشون میکنم و حمایتشون چقدر هنوز ضعیفه، حتی از قشر به اصطلاح روشن فکر جامعه ایران یا جامعه میدل ایست. دیگر جنسگرا، همون هتروسکشوال، مثل من، نمیدونم شما رو مثل من هتروسکشوال، اما دیگر باش از کلمش مشخصه، دیگر باشه که ما انواع و اقسام دیگر باش های متفاوت داریم که آسونش کردن گروه انجی
بیتی درست کردن، لزبیان، گی، بایسکشوال و ترانسکشوال، که دیگه کارو آسون تر کردن. تا سال 1970 دنیای غرب شدیداً نامهربانی کرد و بیشوری و خیلی این عزیزان رو اذیت میکردن. از سال 1970 تغییرات شروع شد. کم 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 اینا جون گرفتن، تلاش کردن. کلیساها چقدر مخالفت میکردن و هنوزم بعضی از کلیساها کاتولیک به فرض. البته خوشبختانه پاپ جدید در این مورد خیلی روشن فکرانه صحبت کرده و میکنه، ولی اصولاً هنوز نمیخوان با این قضیه کنار بیان. میگن اینا بیمارن و باید شفا پیدا کنن. حالا چه از نظر دارویی علمی شفا پیدا کنن، چه از نظر دعا و یا مذهب و عقیده، متاسفانه. پس من ما معذرت میخوام حرفتون قطع کنم، بفرمایید ادامه بدید. یعنی ما قرن 21 هستیم و میبینیم که همچنان ما گرفتار مردم متعصب هستیم، با اینکه علم تمام تلاشش رو داره میکنه از جهات مختلف نشون بده. چون مسئله هموسکسوالی یه مسئله تازه اصلا نیست، تاریخی ما این قضیه رو داشتیم، به اضافه این که در بعضی از حیوانات دیده میشه هموسکسوالیتی. یعنی این نیستش که خود فرد بخواد انتخابش بکنه، در اکثر موارد خواسته خود فردیست. یه بخش ژنتیکیش هست که میگن ژنتیکیه، یه سری میگن نه ژنتیکی نیست، بیشتر اکتسابیه. همینطور خوبی علم اینه که علم هیچ وقت فیکس نیست، همیشه در حال رشده، اما این عقیده و تعصبه که فیکسه و متاسفانه ما رو گرفتارمون کرده در قرن 21. لزبیان که معمولا خانما رو میگن، گی و معمولا آقایون رو میگن. البته گی در دنیای غرب به خانم آقا هم گفته میشه. بایسکشوال یعنی لزبیان کسی که زنی که هم جنس خودش، گی مردی که به هم جنس خودش علاقه مند میشه، عاشق میشه و دوست داره که با اون همخوابگی بکنه. بایسکشوال کسیه که هم با زن میتونه رابطه داشته باشه، هم با مرد میتونه رابطه داشته باشه. ترانسکشوال کسانی هستن که در جسم دختر به دنیا میان ولی پسرن از درون، ولی از درون یا برعکس، پسر به دنیا میان و یا دخترن، که بعضیاشون میان عمل میکنن، که در ایران اینو حلال کردن، اینو قانونیش کردن که ترانسکشوال اشکال نداره. ولی با اینکه در ایران ترانسکشوال میتونه بره عمل کنه اگه دوست داره، در دنیای غرب بعضی اصلا عمل هم نمی کنن. هستن همچنین، ولی با اینکه در ایران به اصطلاح شرعیش کردن و یا قانونیش کردن، جامعه، فرهنگ جامعه هنوز اینو نمیپذیره که پسر داشت حالا دختر شده یا دختر داشت حالا پسر شده. یعنی حتی بعد از عمل هم اینا با من که تماس میگیرن واقعا تو شرایط بسیار سخت و دردناک جامعه گرفتارن. و یا حتی در دنیای غرب هم ما میبینیم که مثلا عمل ستون فقرات داشتم، یا آقای حدود نزدیک 70 سالش بود عمل کرده بود، تغییر جنسیت داده بود، خودش رو زن کرده بود. و شما نمیدونی وقتی از محل اتاقش من رد شدم، رفتم باهاش صحبت کردم، با چه عشقی داشت جراب شلواریش و کفش زنونش و لباسش، و با چه احساسی تو این سنش بالاخره به آرزوش رسید، به اون چیزی که واقعا هست رسید، با اینکه نوه هم داشت، ولی بالاخره تصمیمش رو گرفت قبل از اینی که از این دنیا بره، به اون خواسته قلبی خودش که قانون گذشته و فرهنگ اجازه بهش نمیداد. حال قانون تغییر کرده، فرهنگ اینو داره تغییر میکنه روز به روز و حقوق و حق و حقوقش رو دارن میگیرن و عمل کرد. در صورتی که در جامعه ایران همچنان مردمن که نمیخوان و نمیتونن و یا خانواده ها نمیپذیرن. ما یه کوچولو بگم که در جنگ جهانی دوم هیتلر چی کار کرد. هیتلر اومد زنای مردای هموسکسوال رو یه مثلث اینجوری صورتی درست کردن
با پارچه میچسبوندن به بازوشون یا به سینهشون که اینا هموسکشوال هستن. برای زنها همونو به صورت سیاه درست کرده بود، گذاشته بود میچسبون، یعنی تحقیر کردنشون. و بعد برای یهودی های هموسکشوال زرد و صورتی درست کرد، همون حالت آرم یهودی منتها زرد صورت، زده یهودی زرد صورتی. و 15,000 تا از هموسکشوال ها رو هیتلر به قتل رسوند. اینا فاجعه های تاریخیه و در تاریخ ما بسیار سختی ها کشیدن این هموسکشوال های ما، از اعدام گرفته، از سوزاندنشون گرفته، زنده زنده سوختنشون. یعنی عقاید مختلف مذهبی و عقاید سنتی و فرهنگی و قانونی همیشه بر ضد اینا بوده و هنوز در بسیاری از کشورها، من جمله کشوری که شما گفتین و عزیزی که عراقی بوده اومده، همچنان ما داریم میبینیم متاسفانه. ما یه انبو اختاب بذاریم یه مقدار چند تاشو بگم، البته وقت نداریم، که بیشتر مردم آشنا بشن. میدونی که اینا راه پیمایی دارن، پراید، افتخار به فخر به هموسکشوالیتی دارن اینا. خوشبختانه در تمام دنیا اینا یه راهپیمایی، یه روزه دارن و با آزادی تمام در کشور، بسیاری از کشورها میان و اون رژه خودشون رو میرن و یا چی بهش میگن، حالت فستیوال برای نمیدونم، کارنوال درست میکن برای خودشون و خیلی خیلی هم دیدنیه. گیلبرت بیکر پرچمش رو درست کرد و این پرچم رو همیشه میبینی که وقتی همراه خودشون دارن، یعنی دارن یا دفاع میکنن مثل من، حمایتشون میکنن و یا خودشون LGBT هستن. یه سری دیگه هستن که اینا بلا تکلیفن، واقعا نمیتونن بفهمن که چی هستن. خیلی سخته، دنیای روحی روانی سختی پیدا میکنن برای اینکه نمیتونن خودشون رو پیدا بکنن. یه سری دیگه هستن بینا جنس هستن، دوباره یه سری دیگه هستن بهشون میگن هجرا، که در هجرا که یا هجرا در هندوستان یا آسیای جنوبی هستن که اینا رو هجرا صدا میکنن. یعنی من مخصوصا دارم میگم که آشنا بشه گوشمون، یا کویر آشنا بشه گوشمون که این کلمات رو که میشنویم از چه کسانی صحبت میکنیم. یه سری هستن ایسکشوال هستن که این خیلی قدیمی نیست شناختش، آگاهی ازش. ایسکشوال ها احساس جنسی ندارن، لزبیان نیستن، گی نیستن، ترانسکشوال نیستن، هیچی. فقط ایسکشوال بهش اسمشون گذاشتن، ایسکشوال، که احساس جنسی، تحریک جنسی ندارن ولی از نظر عاطفی عاشق میشن، از نظر عاطفی هیچ مشکلی ندارن، ازدواج هم خیلی هاشون ممکنه بکنن، ولی نیاز جنسی، احساس جنسی ندارن که بهشون میگن ایسکشوال. من خیلی خلاصه یه توضیح کلی دادم، تا حالا بریم سراغ فرهنگ و فرهنگمون و چه باید کرد. قبل از اینکه بریم سراغ فرهنگ، و من یادداشت کردم در مورد اینکه برخورد خانواده چجوریه، قانون چیه، سرکوبی که از جامعه میاد کدومه، اینا رو حتما راجبی صحبت میکنیم. اما بروزات این همجنسگرایی یا به هر حال اون دگرباشی از چه سنی معمولا دیده میشه؟ بسیاریشون از کودکی، که الان بعضی از خانواده ها مثلا در همه انگلستان که من زندگی میکنم، بعضی از خانواده ها با دیده خیلی روشن به این قضیه نگاه میکنن و کودکشون رو وقتی احساس میکنن که گرایش های اپوزیت جسم خودش و یا شکل جنسیت خودش داره رو ممانعت نمی کنن، بلکه دارن رایت اینا رو می گیرن. برای اینکه ما بسیاری از اینا که صحبت می کنیم، خیلی هاشون میگن من از کودکی می دونستم، احساس می کردم، مثلا از کودکی دوست داشتم عروسک بازی کنم، از کودکی دوست داشتم ماشین بازی کنم، پسرونه بود، همه احساساتم پسرونه بود یا برعکس دخترونه بود. بعضی مواقع اکتسابم هست، یادمون باشه زمانی که من مثلا، یکی از مراجعین من این 6 تا خواهر داشت، اسپانیش بود، اسپانیایی بود، میگفت 6 تا خواهر داشتم
و همیشه هم لباس دخترونه تن من میکردن و همه کار دخترونه، یعنی همش من با دختر رو بازی میکردم، هموسکسوال بود. حالا اون اینجوری فکر میکرد، فکر میکرد که محیط، چون محیط هم خیلی تاثیرگذار هست طبیعتا، ولی اصولا از کودکی پیدا میکنن. تو دوره نوجوانی خیلی وقتا ممکنه که NGBT نباشه طرف، یک نوجوان، ولی ممکنه که به یه حالت کانفیوژن و یا گیجی برسه که هستم نیستم. یه مرحله تینیجری برای نوجوانی هست که نمیدونه خودش، ولی این مرحله خیلی رد میشه میره، بهتر متوجه میشه که هست یا نیست. یعنی تو پرانتز میخوام بگم برای نوجوانان، قابل توجه نوجوانان اگه برنامه ما رو نگاه میکنن و یا پدر مادرها، یه مرحله گذرای گیجی در مورد جنسیت ممکنه بعضی از بچه ها پیدا کنن. معنیش نیست که حتما گی و لزبیانن، یا هستن یا نیستن. این مراحل رو نباید، حالا در موردش بعدا صحبت میکنیم که چجوری باید برخورد بشه، ولی اصولا از کودکی احساسش رو پیدا میکنن کسانی که گی یا لزبیان هستن. بله. خب و اما جامعه با یکی از این افراد هموسکسوئل من صحبت میکردم تلفنی که توی ایران زندگی میکنه. این یه خانم هست، لزبیان به اصطلاح، میگه که من هیچ وقت احساس نمیکردم که همجنس گرا هستم، اما با توجه به محدودیت های جامعه که من نیاز جنسی داشتم و نمیتونستم جایی ارضا کنم خودمو، با دوست دخترم خیلی راحت میتونستیم بریم تو تخت و زیر یه لحاف بخوابیم، حتی اگر پدر و مادرامون میومدن و میدیدن چیز شک برانگیزی نبود. بنابراین یواش یواش انگار که این گرایش توی من ایجاد شد. الان من میتونم هم با مردا رابطه داشته باشم، هم خوشم میاد که با زنا رابطه داشته باشم. و اینو مثلا چجوری توضیح بدیم؟ بگیم کلن نقش جامعه چیه؟ حالا من نمیگم که این مورد مثل مورد مشکل بهش برخورد کنیم، ولی بروزات یک تمایل جنسی، خود جامعه نقشش چی هست؟ ببینید، اولا که یه دلیل دیگه‌ای که خیلی ها پیدا کردن در جامعه محدودی مثل جامعه ایران، جامعه ایران وقتی که دختر و پسر و زن و مرد باشن جلوشون 40 سال گرفته میشه، ولی وقتی دخترها با هم باشن، پسرها با هم، کسی بهشون کار نداره. و همین باعث شد که بیشتر نیازهای جنسیشون رو با هم جنس خودشون برطرف بکنن، برای اینکه خطرناک بود برن بیرون، دستگیر میشدن، آبروشون میرفت، شلاق میخوردن، هزار مصیبت دارن. از اون طرف هم معمولا کودکان باید حواسمون باشه، چون بچه ها ممکنه دکتر بازی کنن، به اسم دکتر بازی کم کم اون کنجکاوی هاشون باعث بشه که شروع کنن به همدیگه دست زدن. اینا رو باید مراقب باشیم که این اتفاقا نباید بیفته. میفته، ولی حالا بعدا وقتی در هفته آینده در مورد خود روزایی صحبت میکنم اینو بازش میکنم. و دخترها یا کودکان و نوجوانان به خاطر اینکه نیازهای جنسی دارن، حق بویفرند گرفتن و حق گرلفرند گرفتن ندارن. ما حتی تو دنیای غرب اومدن پسرش حق نداره دوست دختر بگیره، اصلا مذهبی هم نیستن، وقتی من میام پیش من هیچ مذهبی هم نیستن، ولی نمیخواد. پسرش فقط باید درس بخونه، دخترش فقط باید درس بخونه. نیاز جنسی یک نیاز خیلی نرماله، کاملا نرماله. و وقتی که باید با جنس هم جنس خودشون، خب هم جنس بهتر میدونه هم جنسشون چجوری ارضا بکنه، چون هم جنس هم دیگه هستن، کم 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 این احساس بهش دست میده. از یه طرف دیگه هم یه حالت مرد ستیزی هم داریم، فراموش نکنیم. زمانی که شوهری کرده به فرض طرف که خشونت خیلی زیاد داشته، رابطه جنسی خیلی خیلی بد داشته، حالت تجاوز بوده این رابطه جنسی، یا مرد بهش تجاوز کرده، همین باعث میشه که به جنس موافقش بهتر نزدیکتر بشه، برای اینکه احساس امنیت بیشتری میکنه. یعنی جوانب بسیار وسیعی هست که ممکنه که انسان به بایسکشوال، مثل این عزیزی که مثل انگار بایسکشواله، یعنی هم با مرد میتونه رابطه جنسی داشته باشه هم با زن، حال میتونه این مسئله به خاطر همین موضوعی که خودش دلیلش آورده داشته باشه، یا یعنی اینکه نه واقعا بایسکشوال بوده. برای اینکه وقتی که آدم بزرگ میشه، وقتی که رد میشه این استیج نوجوانی، بعدا دیگه اگه بایسکشوال نیست یا دیگر باشه،
یا دیگر جنسگرا، یعنی با همجنس خودش نمیتونه باشه، این رد میشه، میره یه مرحله گذراست معمولا، مگر اینکه محدودیت های خانوادگی، محدودیت های مذهبی عقیدتی، محدودیت های قانونی و اجتماعی و سیاسی هم دست به دست بده و انسان رو گرایشش رو تغییر بده. بله. خب حالا برسیم به خانواده. من اون نمونه دوستمون رو که اومده بود و عراقی بود گفتم خانواده به این معنا نیستش که توی ایران خانواده ها خیلی راحت میپذیرن، توی ایران هم همین جوریه. من یادم همون تو همون پراید بهش میگفتیم، هفته پراید که صحبت میکردیم در مورد همجنسگرایی و غیره و در مورد همجنسگرایی تو ایران، بعضی ها میمدن یواش در گوش ما میگفتن که خود شما همجنسگرایی؟ میگفتم که نه، حالا لازم نیست راجع به گرایش جنسی من بخوای پرسجو کنی، ولی چجوری جرأت میکنی بیای؟ زشته. هنوز اینطوری با توجه به اینکه طرف چند سال تو اروپا زندگی کرده، کلی مطلب بالاخره پخش میشه، خونده میشه، گفته میشه راجبش، هنوز داره اینجوری صحبت میکنه که زشته، بده، قایمش باید بکنیم. خب نقش خانواده رو شما چجوری ارزیابی میکنی؟ ببین، من خیلی از روانشناسا حتی ممکنه یه ذره صحبت بکنم، ولی اینجوری نمیان سفت و سخت حمایت کنن. منم سالیان سال این کار میکنم تو تلویزیون های مختلف و در ابتدا فکر میکردن من دگرباش هستم، همجنسگرا دگرباش هستم و میمدن برام مثلا به حالت تحقیر مینوشتن که خودت همجنسگرایی، و هیچ نه ناراحت می شدم نه دیفنسیو می شدم، فقط می نوشتم متاسفانه نیستم، افتخار می کنم اگر بودم. و دیگه این به اصطلاح این اینجوری دیگه با من برای من کامنت یا این حمله های این چنینی رو نمی کنن، دیگه نمی کنن. مسئله حمایت تک تک ماست. همینطور صحبت بکنیم و رد بشیم بره کافی نیست. ما باید این باور رو، این تغییر رو اول به خودمون بدیم، باور بکنیم که دیگر باش یعنی هر کس حق دارد هر جور که دوست دارد زندگی کند، انتخاب او با اوست. یک انسان حقش رو بهش بده، کودکت رو، جوونت رو، نوجوونت رو، هر کس این حق رو باید بده. و ما اتفاقا هرچی بیشتر حمایتشون بکنیم باعث میشه که خانواده ها متوجه بشن، خانواده ها تغییر فرهنگ بدن، این یک شستشوی مغزی به خودشون بدن، شستشوی ذهنی و عقیدتی به خودشون بدن، تعصبشون رو بذارن کنار و واقع بینانه به مسئله نگاه کنن. مثلا تو یکی از سمینارهای من یادمه که یه آقای موضوع هموسکشوالیتی و اینا همه اینا بود و دستش رو برد بالا و برای اولین بار حتی سه تا بچه داشتن، همسرش هم بود و هرگز صحبت نکرده بود، همسرش هم نمیدونست و برای اولین بار گفت، برای اولین بار همسر هم نشسته نمیدونه، پدر من یک دگرباش بود و آخر سر توی مغازش کشتنش. یعنی این فاجعه رو یک مردی که سه تا بچه بزرگم داره سالیان سال حتی از همسر خودش پنهان کرده بود و چقدر همه حمایتش کردن، چقدر هیچ تغییری داده نشد به احساس مردمی که اونجا نشسته بودن و چقدر همه حمایتش کردن از اینی که چقدر شجاعی و چقدر خوبه که حال دیدگاه خودت تغییر کرده. برای که میگفت سالها ما بچه ها 7 تا 8 تا بچه بودیم تو اون زندگی و پدر خیلی مهربونی داشتیم، ولی چون فهمیده بودن پدر من دیگر باشه، چقدر ما بچه ها تحقیر می شدیم، چقدر ما فوش می خوردیم، چقدر ما از پدرمون متنفر شده بودیم. ولی وقتی که دنیای این مسئله رو برام باز کردی، حالا متوجه می شم که پدر من فقط یک قربانی فرهنگ عقب افتاده یه نادان بود و برای اولین باره که دلم برای پدرم حالا می سوزه به جای اینکه ازش متنفر باشم. او فقط یک قربانی بود. ما چقدر دگر باش داریم که ازدواج باید بکنه، بچه دار شده، زن و بچه داره، شوهر و بچه داره، ولی حقش نبود که با دیگر جنس خودش ازدواج کنه، حقش این بود که با هم جنس خودش ازدواج بکنه. و
و یا آیا این حق رو هنوز در خانواده ها به بچه هاشون میدن؟ چه قشقرقی به پا میکنی ای پدر مادر وقتی میفهمی؟ چه نفرینایی میکنی؟ چه حرفای زشتی میزنی که ایشالله بمیری؟ کاشکی به دنیا نیورده بودمت. یا به قول این عزیز عراقی، حتی حاضرن سم به بچهشون بدن، بچهشون رو بکشن. وای به حال ما که در قرن 21 همچنان باید این چنین فکر بکنیم، بله. همچنان بیشعور بمونیم، بله. و همچنان جنایت بکنیم با عقیده خودمون. بله، من متاسفم که صحبتمون رو مجبوریم قطع بکنیم، وقت برنامه‌مون تموم شده، ولی من نقش قانون و دولت رو میخواستم راجبش صحبت بکنم، کار با افکار عمومی و مسئله ازدواج هموسکسوئل ها و حق داشتن بچه. فکر میکنم مجبور بشیم که برنامه دوم همین مورد همجنسگرایی رو داشته باشیم. بنابراین هفته آینده برنامه دوم همجنسگرایی رو خواهیم داشت و بعدش راجع به خودارضایی صحبت میکنیم، اگه موافق باشید. عالیه، بسیار. حتما، چون نباید این موضوع رو بل کنیم، باید بله. خیلی درمونیم، بله، چون بالاخره توی اروپا این حق ازدواج دارن، حق دارن بچه آداپته بکنن و غیره. به هر حال من روز بخیر به شما میگم، خسته نباشید بهتون میگم و آرزو میکنم که در هفته آینده باز هم صورت شاد و زیبای شما رو داشته باشیم. شب و روز شما عزیز دلم خوش. خیلی ممنونم. بله دوستان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با دکتر میترا بابک. همطور که میدونید ایشون روانشناس، روانکاو و پژوهشگر هستند. در رابطه با مسائل مختلف صحبت میکنیم و امیدوارم که برنامه های ما برای شما دوستان عزیز مفید باشه. حتما سوالات و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و روزهای خوبی آرزومندیم. پیروز باشید.